سرخط خبرها. موجی بودن اطفال در ولایت ننگرهار با 18 نو کار شاقه. به دست آوردن جواز حضور در پارا المپیک آسیا توسط تیم دختران بسکتبال کشور. و انکشاف معارف و تأمین امنیت بزرگترین آرزوی کودکان افغان. به نام خدا، به مشروع خبرهای این هفته کودک و نوجوان با ما فایزه حازم خوش آمدین. رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید که اطفال این ولایت با 18 نو کار شاقه مواجه هستند، اما این اداره به تلاش خود برای جلوگیری اطفال از کارهای شاقه سرعت بخشیده است. رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید که اطفال این ولایت با 18 نو کار شاقه مواجه هستند. عبدالحکیم شیرزاد افزود که اطفال در 3 منطقه ولایت ننگرهار کارهای شاقه را انجام می دهند که به موجب آن با تهدیدات زیاده مواجه هستند. بر اساس معلومات رئیس کار و امور اجتماعی شهر جلال آباد، دوش‌های خشت منطقه سرخرود و شهرک سرحدی تورخم از جمله مناطق به شمار می‌روند که در آن اطفال با 18 نو کار سنگین مواجه می‌باشند. و گفته این مسئول محلی، کار کردن در دوش‌های خشت، کار با کراچی، انتقال بارهای سنگین، کار کردن در آهنگری و نانوایی از جمله این کارهای شاقه است. ایشان گفت که برای این اطفال برنامه آموزشی انجام کارهای آسان راه اندازی شده است و همچنان برای آنان زمینه کار نیز مساعد گردیده است. حضور ملی پوشان معلول در رقابت‌های پارا المپیک آسیا پس از آن قطعی شد که آنان در بازی‌هایی که برای راهیابی در پارا المپیک آسیا در تایلند برگزار شده بود، 4 پیروزی را در کارنامه‌شان رقم زدند. تیم ویلچیر نشینان بسکتبال بانوان معلول افغانستان جواز حضور در رقابت‌های پارا المپیک آسیا را به دست آورد. تیم روی ویلچیر نشین بسکتبالیست های معلول افغانستان جواز حضور در رقابت های پارا المپیک آسیا را به دست آوردند که با 4 برد و 2 شکست در این رقابت ها جایگاه سوم مسابقات راهیابی را به دست آوردند. قرار است در رقابت های پارا المپیک آسیا که در مالزی برگزار می شود، تیم های شنا، وزنه‌برداری، پینگ پانگ و اتلتیک از افغانستان شرکت کنند. و شمار زیاد کودکان افغان میگویند که اگر رئیس جمهور شوند، ایجاد مکاتب را در صدر برنامه های کار خود قرار میدهند و به امنیت کشورشان بیشتر توجه میکنند. با بیش از 100 کودک میان سنین 9 تا 16 سال گفتگو شده است و از هر کدام این کودکان سوال ذیل مطرح شده است: اگر رئیس جمهور شوید چه کار را انجام میدهید؟ شرح بیشتر در گزارش خبر. انکشاف تعلیم و تربیت و تامین امنیت بزرگترین آرزوی کودکان کشور است. شمار زیاد اطفال میگویند اگر رئیس جمهور شوند، ایجاد مکاتب را در سطر برنامه های کاری خود قرار میدهند و به امنیت کشورشان بیشتر توجه میکنند. در 26 ولایت کشور، کابل، فراه، جوزجان، بادغیس، پروان، سرپل، سمنگان، پنشیر، کندوز، لوگر، پکتیا، زابل، تخار، بلخ، خوست، کاپیسا، کنر، لغمان، کندهار، ننگرهار، غزنی، میدانوردک، هرات، بامیان، بدخشان و دایکندی با 100 کودک میان سنین 9 تا 16 سال گفتگو شده است. هر کدام این مصاحبه شونده ها 3 سوال: اگر رئیس جمهور شوید چه کار را انجام می دهید؟ سالگره را می شناسید؟ اگر مراسم سالگرد گرفته شود نخست کی را دعوت می کنید؟ پاسخ داده است.
یافته ها نشان می دهد که از 10 تن 3 تن گفته اند که اگر رئیس جمهور شوند مکتب می سازند، 1 تن گفته است که امنیت را تعیین می کند، 1 تن گفته است که فقرا را کمک می کند و 3 تن گفته اند نمی دانند و متباقی گفته اند که شغل ایجاد می کنند و اطفال مریض خدمت می کنند و پارک تفریحی می سازند. در جواب این پرسش که اگر رئیس جمهور شوید کدام کار را انجام می دهید، اکثریت کودکان معلول گفتند که امنیت را تأمین می کنند. بیشتر کودکان کارگر می گویند که فقرا را کمک می کنند. اکثر اطفال روی سرک می گویند که ایجاد شغل را در اولویت قرار می دهند و بیشتر شاگردان مکاتب گفتند که مکاتب را ایجاد می کنند. ممنون از همراهی تک تک شما عزیزان. تا برنامه بعد و روز بعد، خدا نگهدار.